عصر شما بخیر. خود سب میکنیم تا ساعت 6:30 بشه و همه کسانی که دوست دارن در این جلسه با ما باشن به ما بپیوندن و انشالله وقتی پیوستن تا آخر کلاس با ما باشن، نه یا یه سری بزنن و برن از این کافی شاپ به اون کافی شاپ، از این لایو به اون لایو، به درد نمیخورن. بالاخره تو یکیش باشین دیگه، حالا یه چیزایی هر کدوم به آدم یاد میده، ولی خب از اول تا آخرش باید باشید دیگه. فکر میکنم چون من دیگه تلفن ساعتمون نمیتونم، یعنی ساعت تلفنم نمیتونم ببینم، و هر حال فکر میکنم 6:30 دیگه گذشته و کم کم همه عزیزان به ما میپیوندن. خیلی خوش میایید، خیلی صفا میارین، انرژی میارین با خودتون، این مهربانی، همدردی، دلسوزی، در کنار هم بودن، به فکر هم بودن، حتی برای اینکه میخواییم تمرینات جسمی و ذهنی و تنفسی بکنیم، خودش یک انرژی خیلی خوبی رو از همون صبحی که پا میشیم در اطراف ما ایجاد میکنه، به خصوص اگر واقعا اون نیت رو داشته باشیم. و من میدونم بچه های کلاس خودم حتما لباس یوگاشون رو میپوشن، متشون رو میندازن. الان که فرصتی داریم دیگه یه دوش کوچولو هم قبلش بگیریم، خیلی خیلی کیفیت یوگامون فرق میکنه. حداقل 3-4 ساعت قبلش غذای سنگین نخورده باشیم. به هر حال ساعت 6:30، حتی شما اگر روزهایی که یوگا دارین میتونین یه صبحانه دیرتر بخورین و بعد نهار و شام رو بعد از کلاس بخوریم. من دیروز با یکی از دوستانم صحبت میکردم، میگم من نمیتونم اصلا کلاس شما بیام برای که 6:30 تا 7 موقع شاممه و متاسفانه دیدم به خاطر این ساعت ایشون در کلاس ها شرکت نمی کنن. به هر حال حالا هر کسی یک اولویتی داره در زندگیش، میشه به اون اولویت احترام گذاشت، ولی خب در این شرایط سخت تاریخ بشر به خاطر حمله این ذره کوچک به تمام اقصا نقاط کره زمین، به خاطر این قرنطینه، به خاطر این بیماری، ما شاید وظیفه داریم که یک سری تمریناتی بکنیم که هم خودمون از نظر ذهنی تغذیه بشیم و همین تغذیه رو به بقیه برسونیم. یکی از تمریناتی که ما امروز خواهیم کرد و بسیار انرژی خوبی رو در اطراف ما ایجاد میکنه، تمرین شکرگزاری، تشکر. خیلی ساده، باز به دنبال همون تمرینات در لحظه حاله. باز دیروز با یکی از پزشکان صحبت میکردم، گفت اصلا فکرشو نکن که آدم بتونه بیاد در لحظه حال، اصلا نمیتونه. و من خیلی تعجب کردم، چون معمولا پزشکان باید تا 24 ساعته در لحظه هر روز میرفتن، بچه ها اونجا خوابگاه میخوابیدن. به هر حال یکی از این روزها که جمعه بود و من معمولا 6 صبح اونجا بودم تا اینکه کلاس ها رو شروع کنیم. سلام، این ویدیوی دومه، برای اینکه متاسفانه روی اون ویدیو آمده بود برای من که پاس کرده بود به خاطر اینکه پور کانکشن. حالا امیدوارم که
شماها دوباره بتونین بیاین در این ویدیوی دوم. ویدیو اول هم بیشتر از 5 دقیقه نبود. نمیدونم که دارین میاین یا نه، چون فعلا که 1 نفره تو اون ویدیو نزد که 400 نفر اومده بودین. امیدوارم که بتونین بیاین. تک تک دارین حالا میپیوندین به این. نمیدونم که، من البته الان لایف هستم، چیز خاصی نمیگه، ولی افرادی که اونجا هستن، خب الان فکر میکنم که وصل شد. سلام بر همگی دوباره. یعنی الان در واقع 5 دقیقه ما ویدیوی اولمون طول کشید، ولی برای من اومد پاوز دیو تو پور کانکشن و من دوباره یک ویدیوی رو بستم و آمدم در ویدیو دوم و انشالله که بتونین. خب من ادامه اون تعریفمو میکنم، چون مهمه که بدونیم واقعا در هر شرایطی میتونیم تمرینات معنویمون رو انجام بدیم و بهانه ای نیاریم و بهانه ای ما فقط مربوط به ذهنمونه. میتونیم به هر حال. ما اون 60 نفر در دور دریاچه شروع کردیم به مراقبه در حالت سکوت و خب نیرو انتظامی هم نشسته بودن، زیاد بود اونجا به خاطر اینکه اون تمام 100,000 نفر استادیوم آزادی پر بود و خب به هر حال بچه ها جلو می رفتن و واقعا هم همه گوش می کردن و من می دیدم که این افراد محترم این اینجا داشتن صبحونه می خوردن و خیلی براشون عجیب بود که یک عده خانم در سکوت دارن میرن، چطور حرف نمی زنن و من می شدیدم که می گفتن خب اینا شاید مال بیمارستان روانی هن، شاید مثلا کرن، لالن، نمیدونم. به هر حال انواع چیزا رو می گفتن که حیوانکی یا تقصیری هم نداشتن. اون موقع صبح ساعت 6:30 صبح. به هر حال ما یک دور رو زدیم. اگه کسایی که رفته باشن استادیوم آزادی دریاچه خیلی بزرگه و ما اونقدر نزدیک اون دیواره استادیوم آزادی که 100,000 نفر هستن توش و فوتبال میخواد شروع بشه نشستیم. دیگه بیشتر از اون نیرو انتظامی اجازه نداد ما بریم و ما در اونجا حدود 35 دقیقه مراقبه کردیم. یعنی تمام 60 نفر 35 دقیقه مراقبه کردیم در اون صدا، یعنی که از کسانی که میرند استادیوم ها فوتبال یا هر برنامه دیگه ای که 100,000 نفر باشن و اون شعارهایی که میدن همه میدونین که چه صداییه، یعنی تا کیلومترها اون صدا میره، ولی ما با اون صدا تونستیم مراقبه کنیم و برگشتیم و وقتی برگشتیم بازم در سکوت برگشتیم و از کسانی که الان در استان کرمانشاه به من زدن، خانم خائف بود که در اون دوره بودن و برامون ذکرهای قشنگی خوندن. به هر حال ما دوباره برگشتیم و وقتی میخواستیم وارد اون سالن ورزش بانوان بشیم همه فکر میکردن که خب الان ماها رو اصلا گرفتن و دیگه. نه، ما رفتیم و بقیه هم رفته بودن و ما تمریناتمون رو ادامه دادیم، چون سارونگاسانا روی شانه اون روز بود و باید خیلی روش کار میکردیم. بنابراین بهانه ای نیاریم برای اینکه تمریناتمون انجام ندیم. خب یه تمرین امروز ما که باز به دنبال تمرین لحظه حاله و خیلی به درد خوره برای من که خیلی خوب بوده، این که دائما بگیم مرسی، ممنون، تشکر، حالا خارجی و تنکیو تنکیو، یعنی هر کاری میکنیم بگیم ممنون. خب حالا با چشمان بسته یه دور تمرینشو میکنیم ببینیم که چه چیزهایی هست که در اون وسط هم من میگم خیلی وقتا میگه بابا من مریضم، چه تشکری، این همه گرونیه، چه تشکری، این همه سختیه، همه مریضن، همه دارن، همه دنیا، مسافرت میخوام برم، بچه ها میخوام ببینم، نوه ها میخوام ببینم، یعنی چی؟ چه تشکر برای چی؟ ممنون برای چی؟ تنکیو برای چی؟ بیمعنیه. نه، اب نداره. حتی میگن که اون چیزی که نداری بذار جلوت، حتی از بیماری تشکر کن. و این تشکره یک انرژی خیلی خوبی اطراف آدم ایجاد میکنه که آدم با آرامش میرسونه به اون نیرودها، اون چیتا، اون ذهن دیوونه آدم به آرامش میرسه و بعد آدم در اون آرامش، در اون سکوت میتونه وارد عمل بشه، از بالقوه های وجودش استفاده بکنه، به درد بخوره، بقیه رو تغذیه بکنه. یه آدمی نباشه که بشینه همون اخباری که میشنوام، همون چیزایی که میبینم، همونا رو هی دوباره بیه که چی، حالا خب میدونیم دیگه، حالا چه کار میتونیم بکنیم برای خودمون، برای بقیه. این تمرین رو
یاد میگیریم، انجام میدیم. هیچ چیزی نیستش که همه بلدیم، فقط میخوایم یه دورم با هم دیگه انجام بدیم. و واقعا وقتی که وارد این، اگر اخم کردیم اخمو باز میکنیم، پلکامون راحت رو هم، آب دهان قورت میدیم، آرواره هامون شل میشه، شونه هام اگه بالا نگه داشتم شلش میکنم، دست هامو راحت رو پاهام میدیم. این ویدیوی سومه که امروز واردش میشیم. من رفتم چک کردم همه جای دیگه وصل بود، احتمالاً از اینستاگرام، از وای فای من نیست، برای اینکه بقیه سیستما کار میکرد. معمولاً ودر زود قطع میشه، رفتم رو ودر. نمیدونم، شاید اینستاگرام این کارو میکنه. خب خوش آمدین. به هر حال این ویدیوی سومه و ادامه تمرینمون. ما به هر حال کوتاه نمیایم، یا ما تکنولوژی رو از رو میبریم یا اون ما رو، ولی من سعی میکنم ما تکنولوژی رو از رو ببریم. اومدیم تشکر کنیم. خب چشمامون بسته بود، داشتیم بدنمون هم راحت بود، تمام این صحبت ها رو کردیم. انشالله که شنیده باشین، چون من چشمان بسته است، حالا مجبورم چشمان باز نگه دارم. وقتی پاز شد منم پاز کنم. به هر حال همه که در به ویدیوی سوم پیوستین اشکالی نداره، شکرگزاری کنیم، تشکرم بکنیم برای همینی که قطع و وصل میشه. یه خورده ما شاید لوس شده بودیم، عادت داشتیم که راحت بدون قطع شدن تمام 2 ساعت 3 ساعت کلاسمون رو داشته باشیم. حالا چشما بسته است، راحت نشستیم، به تمرینمون ادامه میدیم، به بدنمون توجه کرده بودیم که راحت باشیم. همین، فعلا چیز خاص دیگه ای اگر هم نبود گفته شده، من ادامهش میدم. توجه کنیم به بودنمون، به حضورمون، به همین لحظه، همین جا. میتونیم یه چند لحظه‌ای به فکرامون نگاه کنیم. فکری میاد میره، اشکالی نداره، عصبانی و خشمگین و نگران نشیم از اینکه قطع میشه. به هر حال قطع میشه دیگه، حالا باید وصل بشه. حالا الحمدلله وصل شد، از همین وصله هم ما تشکر کنیم. ممنون و مرسی از اینکه دوباره بس شدیم با هم دیگه. تشکر کنیم. آها، قسمت آخری که قطع شد تشکر داشتیم میکردیم از اینکه میتونیم بشینیم. به هر صورتی الان نشستیم، حالا یا دراز کشیدیم، به هر حال میشنویم. اگرم نمیشنویم موبایلمون بازه، میبینیم. از همین نشستن، از اینکه در این لحظه از اقصا نقاط عالم دور هم جمع شدیم و نشستیم و کار خاصی نداریم، یه نفر داره حرف میزنه، ما داریم گوش میکنیم، از همونم نمیپرسه، جوابی لازم نیست بدی، امتحان نمیخوایم بدیم، چه حس خوبیه. نشستیم، میخوایم به آرامش و سکوت و صلح درونمون برسیم دیگه، از این بهتر چی؟ بنابراین تشکر کنیم. مرسی، مرسی از این که من نشستم، مرسی از این که دارم با یه عده تمرین میکنم، مرسی از این که به من این تلفن رو دادی، مرسی از این که این اینترنت رو دادی، مرسی از این که توانایی شنیدن رو به من دادی، توانایی این که بتونم این 1 ساعت و نیم بشینم. و بعد در طول روز مرسی، مرسی از این که زندگی رو به من دادی. حتی هر کاری که داریم میکنیم این تشکر رو باید میکنیم. مثلا داریم چای میریزیم، مرسی از این که میتونم چای بریزم. دارم راه میرم، مرسی از این که دارم راه میرم.
به آسمون نگاه میکنم. مرسی از آسمون آبی که میتونم ببینمت. بی نهایتی. به درخت نگاه میکنم. مرسی از این درخت. این درخت که هست، خب هم آب داشته، بنابراین یه ابری بوده، هم آفتاب داشته، هم خاک داشته، همه اینا بودن که این درخت زیبا رو درست کردن. مرسی از این گلها. میخوایم بریم دستشویی. مرسی از این که میتونم برم دستشویی. مرسی از این که دستشویی دارم، نور داره، روشن میکنم. هر کاری میکنی دستم حرکت میکنه. مرسی از این که دستم حرکت میکنه. درد دارم یه جایی، باز هم از اون تشکر کنی. ذهن به ما میگه مسخره کردی منو، با این همه مشکلات به چی داری میگی مرسی؟ اب نداره، به ذهن گوش نکنی، ادامه بدی. خیلی چیزا رو پیدا میکنی که هی بگی مرسی، تشکر، thank you، مرسی، مرسی. حالا ویدیو چهارم یا پنجمه لطفاً کامنت نذاریم، فقط اگر در مورد وصل شدن یا نشدنه. من الان حسم اینه که دوباره وصل شدیم، ولی مجبور شدم دوباره ویدیو رو عوض کنم. نمیدونم چرا امروز اینجوری شده. امیدوارم که قابل حل باشه، یعنی نمیدونم از اینترنت یا از اینستاگرام. هر حال این مشکلمون نداشتیم هیچ وقت. خب داشتیم مراقبه می کردیم، اشکالی نداره. کف دستا رو بذارین رو زمین، دستا رو سر بدین جلو و لطفاً به روی شکم دراز بکشین. روی شکم دراز بکشیم. برای انشالله اون چیزی که دلم میخواسته بگم برای تمرین گفته باشم. حالا در کامنت هاتون ازتون میپرسم که مسئله تشکر بود. البته تا اونجا که میدیدم در اون سه ویدیوی اول بود. نمیدونم این رو حالا ما میذاریم همه میمونه دیگه. خب میریم روی شکم دراز میکشیم. چانه رو میذاریم روی دستمون. پاها رو از آن خم میکنیم. مچ پامون رو میچرخونیم. جهت رو عوض میکنیم. با ساق پا قیچی میزنیم. یه پا پایین یه پا بالا. میاد پایین، میچسب به هم. دست چپ رو میکشم جلوی صورتم، میچرخم رو تیغه چپ بدن. پای راست میاد بالا، یعنی این دایره بزرگ میزنم با پای راستم، با نوک انگشت پام تمام، یعنی میره عقب میاد بالا. فکر کنین دارین با نوک انگشتتون یه دایره بزرگ میزنین. جهت رو عوض میکنین. پا رو بالا نگه میدارم، کف پا رو میذارم رو زمین، با دست چپ پای، با دست راست پای راست رو میگیرم، پای چپ میاد بالا، میره پایین. خب
میام روی شکم، دست راست رو میکشم، میچرخم دیگه راست، با نوک پای چپ دایره بزرگ رسم میکنم، جهت رو عوض میکنیم، کف پا رو میذارم، مچ رو میگیرم، پای راست میاد بالا، میره پایین، میام روی شکم. خب چند لحظه من، خب دست ها رو میذارم زیر شونه ها، پیشونیم رو زمین، دم سرم میارم بالا، بازدم، گونه راست رو زمین، دم بالا، گونه چپ، دم، گونه راست، دم، گونه چپ، دم، میام بالا، کشم بدن آخر، آروم آروم میام با حالت گربه، از حالت گربه به شمار میرم. خب در این حالت دستا به اندازه عرض دوشک بازه، پاها به اندازه عرض دوشک، هم زانو خم میشه هم آرنجا، با شکمم رو زمین دایره میزنم و با صورتم. نمیدونم چندمیه، مثل این استوری ها شده که این بچه ها میرن یه جایی صد تا اون بالا بغل هم بغل هم استوریه. من فکر کنم این لایو امشب ما اینجوریه تا ببینیم. نمیدونم از متخصصینی که در کلاس هستن کسی هست بدونه که چرا، آیا از اینترنته؟ من فکر نمی کنم از اینترنت باشه، چون چک می کنم همه چی کار میکنه. احتمالاً اینستاگرام شاید یه رو به یه رو کرده، مثلا لایف ها شده یه رو به یه رو، نمیدونم. من چون همین یه تلفن رو دارم و اگه کسی تو خونه هست که بچه هاش یا کسان دیگه تلفن دارن که میتونن چک کنن ببینیم، شاید واقعا اینستا کرده یک ساعت نیه رو کلاس ها رو، نمیدونم. البته معمولا اگه یه رو باشه یه الارمی میده. من به هر حال باز ادامه میدم دیگه، قطع شد دوباره میام یه ویدیو جدید تا پایان کلاس. من که بلکن نیستم، یعنی کلاسمونو ادامه میدیم، حتی شده یه رو به یه رو، تا بعد ببینیم که باید چه بکنیم. خب داشتیم این تمرین رو میکردیم، پاها بنز عرض دوشک باز بود، دست ها میشستیم، زانو خم، دم، باز، دم، دم، باز، دم، باز، دم، باز، دم. بیاییم وسط، دستا میاد جلو، میره بالا، کشیده میشه، میریم نوک انگشت های پا، میاد پایین، دست ها رو به کمر میزنیم، خم میشیم به راست، دست چپ میره بالا، کشیده میشه، نفس عمیق برمیگردم، هر دو دست خم میشم به چپ، دست راست میره بالا، کشیده میشه، برمیگردم، خم میشم به راست، دست چپ کشیده میام، برمیگردم سمت چپ، دست راست میره بالا، کشیده میشه، برمیگردم، دستا رو دوباره میکشم جلو، بذاره از مچم میشونم، دستا میره بالا، آرنج یه دست رو با دست دیگه میگیرم، پاها به اندازه که راحتم بازه، میچرخم به راست، میچرخم به چپ، میام به راست، میرم به چپ، میام وسط، میکشم خودم رو به چپ، میکشم به راست، به چپ، به راست، میام وسط. خب دست ها رو به کمر میزنم، چشما رو باز میکنیم، به یه نقطه میدوزیم. ببینین اگه که قطع شد برای ممکنه یه رو به یه رو شده، من تا کلاس تموم بشه هی میرم ویدیوهای بعدی و بعدی تا دیگه کاملا اینستاگرام بیرونه میکنه. زانوی راستم میاد بالا، پای راست میاد جلو، اینجوری انگار که دارم با پاشنه پای راستم یه چرخی رو به جلو میبرم. حالا
حالا ببین همین پا رو میبرم عقب، صاف میکشم، یه خود خم میشه، میذارمش پایین، پای چپ رو میارم بالا، با پاشنه چرخ به جلو میبرم، بالا جلو، بالا جلو، بالا جلو، جمع میکنم، میبرم عقب، میکشم، خم میشم، میام پایین. خب حالا حرکت درخت رو با حالت حرکتی انجام میدم. بالا دستا رو برم بالا، دم حالت درخت میشم، خم میشم، باز دم، دم باز دم، دم یه پا میام خم میشم، دم میرم بالا، باز دم خم میشم، دم بالا، هر کسی تا حدی که میتونه، دم بالا باز دم. حالا یه خود بمونیم تو حرکت، بریم بالا، بمونیم تو حرکت. نفس عمیق، اون یکی پا. برمیگردیم. خب پا کمی باز، زانوها رو خم میکنم، سالت اتکا. کف دستا رو جلو سینه میذارم. آروم دست ها رو میکشم جلو. مثل فنر میرم روی زانوی راست، رو زانوی چپ، جلو دم، باز دم، دم، باز دم، دم، باز دم، دم، باز دم، جهت رو عوض میکنیم، دم، باز دم، دم، باز دم، بکشیم دم، باز دم، هر کد آسونه، تنفس اگه خوب بکنی خسته نمیشی. میام جلو، حالا میبرم یه خود بیشتر میشینم، پشتم سا، میبرم بالا، دم، باز، دم، دم، باز، دم، دم، باز، دم، دم، باز، دم، دم، میبرم بالا، دستا رو باز میکنم، کشیده، بازم نشستم، میرم به سمت راست، به سمت چپ، نگاه هم به ببینید یه زانو خم میشه، یه زانو سام، سرم هم میچرخه به اون سمتی که زانوش خم میشه. خب حالا میفهمیم، ولی به هر حال تا اینجا که من فهمیدم مثل این که یروب به یروب فقط میتونیم برنامه داشته باشیم. ما سعی میکنیم دو تا یروب دیگه هم داشته باشیم و هشت تموم کنیم. به حالا سیستم اینجوری شده یا من نمیدونم، حالا انشالله که بتونیم بعد ها. خب حل کلن کرده بودیم، به پشت راست کشیدیم، دست ها رو قلاب میکنیم برسن، بدن رو میکشیم، پنجه و پاشنه رو میکشیم، دست ها باز در امتداد شانه رو زمین، زانو ها جمع، دوتا زانو به سمت گوش راست، سر میره به چپ، زانو میره به چپ، سر میاد به راست، زانو ها راست، سر به چپ، زانو ها چپ، سر به راست، زانو راست، سر به چپ، زانو چپ، سر به راست، میریم وسط، میریم بالا، انگشتای پا رو میگیریم، سر میاریم بالا، پشت زانو رو میگیریم، یه خود عله کلنگ میکنیم، پای راست رو میگیرم میکشم، پای چپ رو دم باز دم، یکی پا میاد نزدیک زمین ولی رو زمین نمیاد، پای راست رو میگیرم، سرم میذارم رو زمین، با دست راست پای راست رو میخوابونمش به راست، میارمش وسط، با دست چپ میگیرمش صاف، میبرمش به چپ، سر رو میچرخونم به راست، وسط میاد، پای چپ میاد بالا، با دست چپ پای چپ رو میگیرم، میبرمش به چپ، میام وسط، با دست راست پای چپ رو میگیرم، هر دو زانو صافه، میخوابونم به راست، سر میدم به چپ، برمیگردیم.
زانو هر دو جمع میشه، دو تا پا صاف میره بالا، دست پا باز در امتداد شانه رو زمین، دو تا پا میاد به سمت راست، با دست راست هر دو پا رو میگیرم، سر میره به چپ، زانو جمع میشه، پا میره بالا، هر دو پا میره به چپ، با دست چپ پای راست رو میگیرم، سر میچرخه به راست، زانو جمع میشه، کف پا ها میاد رو زمین. خب سر رو بلند میکنیم، دست ها رو روی زانو قرار میدم، یکی در میون، دست راست میره رو زانوی چپ، دست چپ میاد رو زانوی راست، سرم همینجوری بالاست، سر رو میذارم رو زمین، پای راست رو میارم بالا، با نوک انگشت پای کمر رو زمین ها دقت کن، با نوک انگشت پای راست روی آسمون دایره میزنم، کمر رو بلند نکنین، زانوها کشیده گفت، دایره رو پر رنگ میکنم، جهت رو عوض میکنم. خیلی خوب، پای راست رو بندازیم رو پای چپ، مثل که پا رو پا میندازیم رو صندلی، دوتا پا رو فشار میدیم به راست، سر رو میچرخونیم به چپ، میام وسط، کف پا رو زمین، پای چپ میره بالا کشیده، با نوک انگشت پا دایره میزنم روی سقف، کمر رو زمینه، جهت رو عوض میکنیم. پای چپ رو میندازم به پای راست، هر دو زانو رو میخوابونم به چپ، سر رو میچرخونم به راست، برمیگردم، کمر باز روی زمینه، سر رو لم میکنم، زانوها رو بغل، با چند تا حلقه بلند میشینم، کف پاهامو به هم میچسبونم، موچ پامو میگیرم، پشتم صاف، با پشت صاف جلو عقب، دم جلو باز، دم دم باز، دم دم باز، دم دم باز، دم جهت رو عوض کنیم، باز دم دم باز، دم دم باز، دم دم. خیلی خوب پاها رو به هم میچسبونم، آرنجم رو زمین میذارم، زانو جمع، پاهام سافت، کمرم رو زمین، سر میندازم عقب، دم باز، دم باز، دم باز، دم جهت رو عوض میکنیم، دم باز، دم باز، زانو جمع میشه، میاد تو صورتم، پاهام سافت میره بالا، سر رو بذارم زمین، سر رو بلند میکنم، پشت پا رو میگیرم، دوباره با بله کلنگ میشینم، پاها رو تا جایی که میتونین باز میکنم، انگشتای پا رو بگیرم، سرم بالا، آرنجم رو خم میکنم، صاف با دست راست پای راست رو میگیرم، با دست چپ دایره بزرگ باز، دم دم باز، دم دم باز، دم دم باز، دم دم با دست چپ پای چپ، با دست راست، دم باز، دم دم باز، دم دم دم، حالا با هر دو دست جلو بالا، دم جلو. خب سلام بر همگی، آخرین ویدیومون هست، به هر حال شاباسانا دیگه خواهیم کرد، چون ممکنه اصلا دیگه بمون ندن، نمیدونم به چه شکلی خواهد بود. خب حرکات پیچمونم انجام دادیم، بنابراین زانوها رو بغل کنیم، چند تا حرکت اله کلنگ انجام بدیم و آماده شیم برای شاباسانا. سر رو بیاریم بالا، چهار دست و پا رو بیاریم بالا، کشیم، پرت کنیم،
باسن رو از زمین بلند کنیم، پرت کنیم. قفسه سینه رو از زمین بکنیم، رها کنیم. شونه ها رو بیاریم نزدیک گوشمون، ببریم پایین. سرمون رو به راست و به چپ بدیم. یه وضعیت راحتی بر سر و گردنمون پیدا کنیم. به هر حال تا وقتی که قطع میشه کلاس رو ادامه میدیم. دیگه این دفعه که قطع شد من خداحافظی میکنم از شما، ولی احتمالا یکی دیگر برای کامنت ها باز میکنم. منتها حالا نمیدونم دیگه داستان چیه، چون با یه پریود های مشخصی داره قطع میکنه، از اینترنت نیست. انشاءالله تا حالا متخصصینمون فهمیده باشن مشکل از اینترنت منه یا از سیستم اینستاگرامه. چشمامون بسته است، بدن کاملا رهاست. یوگامون یک خوده یوگای تندی بود، در واقع نوعی ریتمیک یوگا بود. بنابراین الان ضربان قلبمون و نفسمون قاعدتا باید تند باشه. توجه میکنیم به ضربان قلب و تنفس هامون که کم کم داره آرام میشه. ممنون از قلبمون، از ریه‌مون، از بدنمون که در کنار ما بود. حرکت کردیم با هم. خب حالا یه استراحت عمیق میخواییم بهش بدیم. به انگشتای پامون توجه میکنیم، ممکنه الان گرم شده باشن، مرمور شده بشه، حس خاصی توش داشته باشیم، به علت اینکه به هر حال خون زیادی در ریزترین مویرک‌های بدنمون جاریه، داره اکسیژن زیادی رو بهش میرسونه، گاز کربونیک‌ها رو دفع می‌کنه، ناخالصی‌ها رو، سلامتی رو داره میاره به کل وجودمون. به گرمای کف پامون توجه می‌کنیم، حسش می‌کنیم. به پاشنه پامون و مچ پامون، پشت ساق پامون چسبیده به زمین، روی ساق پا. زانوامون ممکنه یه خود درد گرفته باشه با این حرکات یا نه، ماده بین مفصلی بهش ترشح زیاد شده، داره سلامت ترش میکنه، درداشو آروم کرده. این وانهادگی و انبساط میاد تو سر تا سر عضلات رانم. سر تا سر پشتمو به زمین میچسبونه، از کمر و کتف و تا شانه ها. هر جاذبه هر لحظه منو میکشه به سمت خودش، سنگین تر و سنگین تر میشم. با هر بازدم فرو میرم در دوشکه تمرین، با هر دم آرامش رو در تک تک سلول هام حس میکنم، سلامتی رو. قفسه سینم باز و رهاست. آرامش از شانه ها میره تو بازوم، از بازو ها میره تو آرنج، میره تو ساعد، مچ دست، کف دست، تک تک انگشتان دست. به شواسانا داریم ادامه میدیم. به آخرین ویدیو رسیدیم. ادامه شواسانامون خواهد بود.
نمیدونم که دوباره با وارد شدن به ویدیوی آخر میتونین هنوز شواسانا بکنین یا نه، ولی امیدوارم که یه مقدار شواسانا کرده باشین. به هر حال نمیدونم، ممنون از شما هم به هر حال دیگه دارین کامنت ها رو می نویسین، احتمالا از شواسانا برخیختین، میتونین ادامه بدین شواسانا رو. هر کدوم از شما فهمیدین که علت چی بوده به من هم بگین، من واقعا عذرخواهی میکنم از همه. نمیدونم چرا ایرانیان کلاسیک میوزیک، ممنون که دارین تک تک میپیوندین. به هر حال من این آخرین ویدیو رو باز کردم که انشالله تونسته باشین چند لحظه شواسانا انجام داده باشین. من این رو بیشتر آخری رو باز کردم که ببینیم که اگر کسی از شما خبر داره که چرا اینطور شده و آیا علت ویدیو وایفای من بوده یا اینکه سیستم اینستاگرام اینطور شده. هر حال هر کدوم از شما خبری شد خبر بدین به ما. بله من فکر میکنم از اینستاگرام بود، حالا ممکنه مدلشون رو عوض کردن. هر حال شما همه عزیزان در روبروی من هستین، وقتش نبود که دیگه آدم صبوریش رو از دست بده، باید ببینیم که چه میتونیم بکنیم در شرایط اینطوری. نه وی پی ان هم روشن نبوده اصلا، اتفاقا من اول از همه رفتم سراغ وی پی ان. گیلا خانم از مادرید شومدین، خواهش میکنم. به هر حال خیلی خیلی لایو چی نوشته بودن نمیدونم، غیر اخلاقی شما خوندم نفهمیدم چی قسمتش غیر اخلاقی بود. ممنونم بچه های از اینستاگرام، چون لایو دیگه از دیروز همین بوده. نمیدونم هنوز هیچ کدام از شما چیز خاصی، خود شما سر کلاس بود میگه شما هم چقدر خوب که شواسانا رو انجام دادین، خیلی هم ممنون، عالی. اپدیت جدید اینستاگرام دیگه اجازه لایو یک ساعته رو نمیده. او گلی خانم از نبراسکا اومدین، به هر حال دیگه اگه اینطوری باشه باید ببینیم که چه باید بکنیم، مگر اینکه مجبور شیم با زوم یا اسکایپ. البته اسکایپ که 50 نفر بیشتر نمیشه، زوم هم یه تعدادی داره، ولی زوم هم همش باید با وی پی ان.